Hello, friends. How are you? Everything's okay with you? Hopefully. We are here again with another lesson of Easy Combo. We are going to learn to describe pictures, photos, paintings. Salam, Dustan. Sara Ebadi Hassan. با یه درس جذاب از سری درس های ایزی کامبو مکالمه آسان زبان انگلیسی قراره در این درس یاد بگیریم چه جوری میشه با استفاده از اون زمانی که یاد گرفتیم در درس قبلی Present Continuous یا Present Progressive که در به Here and Now اونجا ولی اینجا میخواییم یاد بگیریم چجوری بتونیم تصاویر رو عکس ها رو نقاشی ها رو توصیف بکنیم اگر دقت بکنید در زبان فارسی ما چجوری توصیف میکنیم وقتی میخواییم یه عکس رو مثلا یه نقاشی رو من میخوام توصیف بکنم میگم که یه عده آدم اون گوشه نشستن دارن حرف میزنن دقت کنید به زمان دقت کنید زمان چی بفر برم؟ میبرم پرزنت چجور پرزنتی دقیقا زمان استمراری چرا چون اون لحظه اون قابی که ثبت شده اون تصویری که در واقع حالا نقاشی شده یا ثبت شده مال اون لحظه این آدما این چیزاتی اون تصویر فریز شدن و دقیقا ما وقتی دربارشون حرف میزنیم همون لحظهشون رو داریم توصیف میکنیم خب چه اتفاقی میفته دقیقا همینه در انگلیسی هم همینه اون قاب فریز شده رو, رو ما توصیف میکنیم به این شکلی که براتون میگم به این تصویری که هست خوب دقت بکنید هم از نقاشی لذت ببرید هم به تصویر نگاه بکنید ببینید چیا میبینید خب یه تصویر زیبا داریم به تصویر نگاه کنید همونطور که در تصویر میبینید یک منظره زیبا از یک پارک هست که مردم در رفت آمد هستند بعضی ها نشستن بعضی ها زیر درخت هستن زیر درخت نشستن و روزنامه میخونن بچه ها دارن بازی میکنن میدوند و چند تا پرنده اونجا هست پرنده ها آواز میخونن و میخوایم که چند تا از این جملات رو در واقع به انگلیسی و در توصیف این عکس بگیم، همراهی کنید. Uh, چی میتونیم بگیم؟ مثلا میتونیم بگیم a bird is singing. یک پرنده‌ای داره آواز میخونه. Uh -huh. دیگه چی؟ میتونیم بگیم که people are walking. People are walking. Um some people are sitting under a tree. بیا uh, حالا sitting under trees، زیر درخت‌ها نشستن. دیگه چی؟ Some people are by the lake, are sitting by the lake. کنار دریاچه نشستن. آها، they're having a picnic. یه سری ها در واقع در پیکنیک به سر میبرن. کنار دریاچه نشستن. They're having snacks. حالا دارن چیزی میخورن. میان مده میخورن. یا غذا میخورن. و children are running. بچه ها دارن میدوند. و دیگه چی؟ آها some people are biking آره بعضی ممکنه در پارک دوچرخه سواری کنن یا سگشون رو walk the dog کنن مثلا children are running after a dog مثلا دارن دنبال یه سگ میدون اینا همه چیزایی که میتونه البته در واقع توی یک محیط پارک اتفاق بیفته خب یه سری از جمله هایی رو که گفتم اونجا روی تصویر براتون اینجا نوشتم تو درس قبلی چی یاد گرفتیم؟ نحوه و در واقع فرمی که داریم برای present continuous که حالا اونجا باهاش چیا رو بیان می اینکه این که here and now وقتی من صحبت می الان و اینجا آها باید present continuous به کار ببرم. I'm teaching. I'm talking to you. You, my great students, friends. Yeah. Okay. Um, ولی همیشه هم فقط برای این یک مورد ما ازش استفاده نمی کنیم دیگه. یه مورد دیگه ای که استفاده می کنیم از present continuous برای توصیف تصاویر هست به شکلی که می بینید. خب ساختار همون ساختاره. فقط یه سوال دارم ازتون. اینجا ما میگیم که مثلا A bird is singing on, tree, on the tree right دیدین اونجا میگفتیم right now now الان الان من I'm teaching you right now I'm talking on the phone right now الان دارم با تلفن اینجا چی؟ اینجا همچین چیزی میگیم؟ نه چون که تصویر ممکنه برای الان نباشه تصویر ممکنه یه قرن پیش ثبت شده باشه ولی برای توصیفش ما از همین زمان استفاده میکنیم خب دقت بکنید in the picture در تصویری که دیدیم a bird is singing دقت کنید a bird is to میمون plus چی یک مروری هم بکنیم plus verb ing مون is singing خب on a tree اینو چرا underline کردیم بهتون میگم دیگه چی The dog is running happily. باز به همون صورت The dog چون توی تصویر جلوی تصویر The dog is running happily. حالا میتونست A dog هم باشه A dog is running happily. ولی The dog هم میتونیم بگیم یعنی اون داگی که توی تصویره بعد داریم میبینیم. Some kids are running. Kids جمعه پس میشه are running. درسته؟ are running after running after یعنی دنبال کردن دویدن دنبال یک کسی یا یه چیزی The dog A family is on a picnic اینجا is فقط فعلمون هست یعنی اینکه در رفتن پیکنیک این خانواده و by the riverside بهتون میگم They're having snacks. اینجا داریم present continuous رو. They're having snacks دارن. یه سری چیزا میخورن دیگه حالا میوه می می ای میخورن، میان وعده ای میخورن و some people are sitting under a tree. دو نفر توی تصویر دیدی نشسته بودن داشتن حرف میزدن و some people are sitting under a tree. یه سری هم قایق سوار بودن آره some people were riding آها uh -huh. some people are riding boats داشتن قایق سواری میکردن که دیگه اون رو ننوشتم اینجا براتون خب این تا اینجا داشته باشین مثال هایی بود که داشتیم یه سرعت کوچیک کنیم برگردیم تا بیشتر براتون توضیح بدم Some people are sitting under a tree. دیدین که دو نفر زیر درخت نشسته بودن و در واقع داشتن صحبت میکردن Where Some people are sitting under a tree and talking. خب و اما نکته هایی که داریم اینجا درباره ساختار که صحبت کردیم گفتیم که ساختار to be هست به علاوه فعل به علاوه ing درسته خب در تمام این جملات این ساختارها رو میبینید. فعل تو بی فعل اصلیمون با ing به علاوه اینکه که باید دقت بکنیم که آیا داریم راجع به یک نفر حرف میزنیم یا راجع به بیش از یک نفر. اگر راجع به یک نفر حرف میزنیم که چی به کار میبریم؟ آی باشه میشه؟ Sorry. آی باشه میشه؟ آی ام. یو باشه میشه؟ یو آر. هی باشه هی She باشه she, she is درسته؟ خب وفل و فعل و ing فرمش دیگه چی بود نکته؟ اینجا ما right now at the moment now اینها رو به کار میبریم؟ نه نمیبریم برای اینکه داریم رو تصویر صحبت میکنیم میتونیم بگیم in this picture آها uh -huh. birds are singing in this picture or in this photo or in this painting یا yeah? خب نکته خیلی مهم دیگه ببینید اگه یه تصویر رو شما یه تصویر رو که شما دارید میبینید دیگری نمیبینه آها فرض کنید که یه تصویر هست فقط شما دارید میبینید و من نمیبینم و شما قرار اون رو برای من توصیف بکنید اگه بخواید به من یک شمای دقیق بدین از اون تصویر دیگه چیا مهمه به جز توصیف اینکه کی داره چی کار میکنه یا چه اتفاقی داره میفته درسته رنگ ها مثلا اینکه کوه هایی هست اینجا قهوه چمن هست سرسبز فضا آها فضا رو روز آفتابی یا یک شب محتابی هست دیگه چی دیگه آها میرسیم به این هایی که آندرلاین کردیم چی بود آن ا تری دیگه چی بود پیدا کنید by the riverside under a tree اینها چی هستن؟ اینها در واقع preposition ها یا در واقع عباراتی هستن که به ما مکان یک چیز رو نشون میدن مثلا چی؟ مثلا میگیم اون افراد under a tree نشسته بودن زیر یک درخت یا by the riverside کنار رودخانه نشسته بودن یا چی؟ میگیم که the bird on a tree روی درخت در واقع بوده و یا کنار یک جایی بوده I'm, I'm standing in front of the board مهمه جایی که قرار می گیرن مهمه در توصیف تصویر و البته کلا در present continuous وقتی توصیف میکنیم جای در واقع اون چیزهایی که داریم در حرف میزنیم مهم هست خب درباره این prepositions of place مفصل تر با صحبت خواهیم کرد تا اینجا برای من خواهید گفت که دارم تکلیفتون رو خدمتون میگم خواهید گفت که یه تصویر کوچولو میتونه یه تصویر خانوادگی باشه از یه خاطره خوش میتونه یه تصویری باشه که دوست دارید فیوریت پینتینگتون باشه ما ندیدیمش، میشه همین داستانی که الان گفتیم ما ندیدیم ولی شما قرار برای ما در کامنت اون رو توصیف بکنید ببینم کی بهتر توصیف میکنه که بتونیم قشنگ مجسم بکنیم اون تصویر زیبا رو خب اگر درس رو دوست داشتین لایک یادتون نره کانال رو عضو بشید و حتما درس رو با دوستانتون در میون بگذارید همینطور اگر میخواین که درس ها رو به موقع داشته باشید زنگوله رو به صدا در بیارید امیدوارم که خوب باشید تا درس بعدی See you soon and bye